حقیقتاً هر دفعه که تو این یکی دو روز یاد این پیامی که خدا در قلب من گذاشته بود، شروع شعف خاصی در قلبم شروع به حرکت میکرد، یک اشتیاق خاصی، یک حرارت خاصی مشتعل میشد در قلب من. احساس میکنم خداوند همجور که برادر آرش عزیز گفت، خود منو به وسیله این پیام داره تقویت میکنه، خود منو داره خدمت میکنه. آمین که اینطور باشه برای تک تک شما عزیزانم. ایمان دارم که اینطور هست. چقدر مشتاق هستین. اگه مشتاق هم نباشین، امروز شعله روح خدا در قلب های شما مشتعل خواهد شد. عنوان پیام امروز سازنده رویاها، سازنده رویاها. اگه کسایی بین ما هستن خیلی بافندگی علاقه دارن، میتونم اسمشو بذارم بافنده رویاها. اگه خیاطی دوست دارین، کسایی هستن تبحر دارن تو خیاطی، میتونم بذارن دوزنده رویاها. آمین. با یه داستان شروع میکنم تا تمامی تمرکز شما رو داشته باشم. در یکی از روزهای طاقت فرسای کاری یک کشاورز خیلی زحمتکش و روزمزد، کشاورزی که مشغول شخ زدن زمین بود، ناگهان تو اون گرما، تو اون خستگی، گاو که همچی گاو بود از حرکت میسته و هر کاری که میکنه که این گاواهنو بکشه، این زمینو شیار کنه. گاوی پاشو توی کفش کرده بوده و تکون نمیخورده، میبینه بیفایده است. کشاور سعی میکنه با فشار دادن این تیغه فلزی روی این زمین سخت شیار تولید کنه، ولی میبینه باز هم نمیتونه، انگار دیگه از پسش بر نمیاد. بعد با عصبانیت گاواهن قدیمی و ابتدایی خودشو پرت میکنه به اونور و شروع میکنه با دستای خودش زمین رو کندن. همینجور که زمین رو میکنده، یه دفعه دستاش به یه فلزی برخورد میکنه، شروع میکنه با هیجان بیشتری کندن. یه دفعه میبینه این فلز نیست، یه گاوصندوقه. گاوصندوق بیرون میاره، با یک هیجانی در این گاوصندوق باز میکنه، میبینه لب تا لب سکه های طلا، جواهر. دستاشو زیر این جواهرا میکنه، همینجور زیر این تلالو آفتاب میبره بالا. یه دفعه متوجه میشه نکنه کسی داره میبینه، یواشکی زیر چشی این ور اون ور رو نگاه میکنه، نکنه کسی داره اونو میپاد، اینا فقط مال منه. و میبینه هیچ خبری نی، در گاف صندوق رو میبنده، یه حفره کم عمقی میکنه، اون اونجا میذاره، اون گاف صندوق رو روشو میپوشونه، یه سنگ بزرگ میذاره اونجا با علامت این که یادش نره که وقتی بر میگرده این گنجی که پیدا کرده جاش کجاست. انقدر عزیزان از کشف حیرت انگیزه این گنجی که پیدا کرده بوده تحت تاثیر قرار میگیره که روز و شب خوابش نمیبره، پیش خودش میگه گنج در مزرعه است. و ای دل غافل، من صاحب مزرعه نیستم، چطور میتونم این مزرعه رو به تملک خودم در بیارم؟ اگه بتونم این مزرعه رو مال خودم بکنم، من صاحب گنج میشم. ولی چطور میتونم؟ من یه کارگر روزمزدم. ولی انقدر هیجان این گنج، شور و حرارت این گنج وجود او رو گرفته بود که میگه هیچ چیزی برام مهم نیست به جز این که اون مزرعه رو مال خودم تا به گنج ها دسترسی پیدا کنم. و شروع میکنه گاو و گوسفندهای خودشو فروختن، یه کلبه داشته، شروع میکنه به فروختن. و شروع میکنه میبینه پول کمه، در و همسایه و فامیل در میزنه با التماس پول قرض میکنه. انقدر پول قرض میکنه تا این پولی که به دست میاره از اون مبلغی که باید اون مزرعه رو بخره خیلی بیشتر میشه. میره با خوشحالی صاحب مزرعه میگه من میخوام مزرعه تو رو بخرم. صاحب مزرعه نگاه میکنه میبینه خیلی قیمت بالا، بدون معطلی مزرعه خودشو میفروشه. عزیزان، زن و بچه و دوستان و فامیل شروع میکنن به ملامت و غرغر، همسایه ها شروع میکنن به مسخره کردن، تو اون مزرعه آفتاب به مخش خورده، عقلش رو از دست داده.
عزیزان کشاورز با تمام موج اعتراضاتی که بهش میشد پر از شادی بود، پر از شور و شعف بود، چون میدونست شانس در خونش رو زده و یک معامله سوداوری کرده که تا آخر عمرش نونش توی روغنه. بعد از یه مدت چیکار میکنه؟ گنج رو میفروشه، 100 برابر سود میکنه عزیزان. یه خونه قیمتی میخره، برو بیایی را میندازه، دشمنان پر از حسادت و عنان میشن نسبت بهش و دوستان پر از شادی و با تبریکات به سوی اون میان و با این گنج تا آخر عمر کشاورز روزمزد چی میشه؟ نونش تو روغن میافته. متی باب 13 آیه 44 میگه پادشاهی آسمان همچون گنجیست پنهان در دل زمین که شخصی او را مییابد و میره اونو پنهانش میکنه و از شادمانی که پیدا کرده این گنج و آنچه که داره میفروشه تا اون زمین رو به تملک خودش در بیاره. عزیزان 100,000 البته تاکید این مثل عزیزان به کشف شورانگیز پادشاهی خداست. اون پادشاهی خدا که وقتی هر انسانی اون رو پیدا میکنه یک شادی عظیم و بیقیاس به اون رو میاره تا اعماق قلبش رسوخ میکنه این شادی. وقتی ما خبر شورانگیز نجات رو میشنویم عزیزان و این نجات در قلب ما رخنه میکنه، قدرت عظیمی رو به شخص میده که قلب او رو پر از اشتیاق، پر از شور و حرارت میکنه که باعث میشه، نمیدونم چقدر تجربه کردین عزیزان، کسی که این گنج رو یافته باعث میشه با تمام وجود خودش نفس خود رو انکار کنه، هر چه که داره انکار کنه، چون یه گنج بی قیاس یافته که با هیچ چیز این دنیا قابل قیاس نیست. عزیزان ما گنج هایی داریم در ظرف های خاکی دل های خودمون که حساب کردنی نیست و اون عیسی مسیح خداونده که در ظرف‌های خاکی ما مسکن گزیده، خیمه کرده. اما از تجربه شخصی خودم بگم و خیلی از افرادی که تجربه دارم که جای گنجو پیدا کردن، گنجو به تصرف خودشون درآوردن، ولی زندگی‌های کم‌مایه اونها، دلباختگی‌های اونها به زرق و برق این دنیا، افتخارات دنیا، لذت، قدرت، دینداری متظاهرانه، تعصب، بدبینی، خودمحوری، وابستگی‌های مخرب، عزیزان تنبلی، کاهلی، بی‌حوصلگی، اون شور و حرارت تأثیر اولیه اون گنج قیمتی رو که به دست آورده بودن در نطفه خفه میکنن. باور میکنی؟ و تبدیل میشن به افرادی که اون گنج های مخفی رو به تصرف در آوردن ولی بدون استفاده، بدون استفاده، در همون حالت، در اون حالت بالقوه در وجودشون مونده و به فعل در نیومده. افرادی که نمیدونن چه گنجی به اونا رسیده، چه ثروت کلانی نصیبشون شده و این گنج همچنان مخفی در قلب اونا، در زندگی اونا میمونه و هرگز به فعل در نمیاد. تنها چیزی که شور و حرارته اون گنجی که در دل داری مشتعل میکنه عزیزان، نه فقط مشتعل میکنه بلکه مدام تجدید میکنه، این ثروت رو رو به ازدیاد میکنه. داشتن یک رویا از خدا در قلبت، این رویاست که نمیذاره این گنج مخفی بمونه در قلبت بلکه به فعل در میاد. وقتی خدا، خواهر برادر عزیزم، یک رویایی به تو میده، این رویا تو رو تشویق میکنه که از هر سختی، از هر مانعی عبور کنی، این رویا تو رو در فراز و نشیب‌های زندگی محکم و با صلابت نگه میداره، تو رو توقف ناپذیر میکنه، اجازه نمیده پاهای تو هر دم به عقب برگرده، با یه کشمش گرمید کنه با یه قوره سردید،
اون انرژی، اون شور و حرارت نجات رو در قلب تو نگه میداره، نمیذاره سرد بشه، نمیذاره به خاموشی گراییده بشه، نمیذاره عزیزان هر چیزی تو رو مثل ایماندارای تشنجی این ور اون ور ببره، نمیذاره این حالت، این گنج در اون حالت مخفی باقی بمونه. خدا به وسیله یک رویا، خدا به وسیله یک خواب، خدا به وسیله یک تصویر، خدا به وسیله یک آرزو در قلب تو رو، دست نوازشگر خدا به وسیله حتی یک آرزو که نمیتونی فراموشش کنی در قلب تو دائما میکوبه، در قلب تو رو دائما میکوبه و تو رو به جلو هل میده تا این دانه در زندگی تو به درخت تنومندی تبدیل بشه عزیزان، که نه فقط خودت بلکه خیلی ها زیر شاخ و برگ او در امنیت و سلامتی زندگی کنن. میخوام یه چیزی امروز به تو بگم، میخوام یه چیزی به تو بگم که از قلب خداست، صدای خداست برای تو. اگه امروز تو رویایی در قلبت داری، اگه یک وعده و تصویر و یک آرزو در قلبت داری، تو در مرکز اراده خدا هستی. حتی اگه همه چیزها دست به دست بده که برعکس رویای تو جلو بره، به ضد رویای تو حرکت کنه، ولی تو در مرکز اراده خدا قرار داری و خدا آسمون و زمین رو به هم میدوزه تا رویای خودش رو در زندگی تو تحقق بده. عاشق این حقایق عالی هستم در کلام خدا عزیزان، که نه تنها داشتن یک رویا، یک آرزو، یک تصویر، یک خواب از خدا به تو شور و حرارت و اشتیاق میده، شور و حرارت روز رو به افزایش تولید میکنه، بلکه عزیزان عاشق این قسمتش هستم، چون بارها اینو تجربه کردم، بلکه زمان کایروس خدا رو، زمان بندی خدا رو عزیزان تحت تاثیر قرار میده، تحت شعاع قرار میده. باورتون میشه؟ باورتون میشه؟ اون زن رو یادتونه که مشکل خونریزی داشت؟ یادتونه؟ یک آرزو تو قلبش بود، یک رویا، اگه فقط دامن ردای او رو لمس کنم، ازدحام جمعیت جلوی او بودن، فقط اون تمام جماعت رو از هم شکافت و رفت با اون شور و حرارت و رویایی که در قلبش بود. فقط اگه گوشه دامن ردای عیسی رو لمس کنم چی شد عزیزان؟ بارتیماوس کور یادتونه؟ تو مرقس باب 10 فقط شنیده بود عیسی داره عبور میکنه، شورش کرد داوود پسر خدا، ای پسر داوود بر من رحم کن. مردم مذهبی سعی کردن خفش کنن، ساکتش کنن، اما بلندتر فریاد میزد، ای پسر داوود بر من رحم کن. عزیزان امروز هم فریسیای زمانه میخوان صدای تو رو در گلو خفه کنن. اگه تو رویایی از خدا داری، کسی نمیتونه صدای تو رو در سینه تو خفه کنه. اگه رویایی در قلبت داری، صدای تو خاموش نشدنیه، چون آسمان برای تو میجنگه. آمین. مریم مادر عیسی یادتونه در عروسی قانا؟ اصلا وقت معجزه بود؟ آره؟ مریم یه شور و حرارت در قلبش بود، یک آرزو در قلبش بود، یک رویا. شراب تموم شده، به عیسی گفت شراب تموم شده، ای زن زمان من هنوز نرسیده، زمان کایروس هنوز نرسیده. خادمین رو صدا کرد، هر چه به شما میگوید انجام بدین، قدح‌ها رو بیاورید. ای زن دست از سر من بردار، منو مجبور نکن، زمان من هنوز نرسیده، آبها رو بیاورید. عزیزان آبها رو آوردن،
آبها، قدح‌های آب در حضور خالق بی همتاشون تغییر رنگ دادن. چرا؟ چون مریم یه رویا در قلب داشت. عزیزان اگه عیسی در ظرف خاکی تو در حال نفس کشیدنه، پس تو یک رویایی در دل تو داری و این رویا شور و اشتیاقی به تو میده تا تو رو به مقصد نهایی اون دهنده رویاها، سازنده رویاها، بافنده رویاها، دوزنده رویاها برسونه. آمین. چون که خود عیسی یک رویا در قلب خودش داشت، به خاطر اون رویایی که در قلبش داشت، اون شور و حرارتی که در دلش بود، صلیب رو متحمل شد و الان من و تو ثمره رویای عیسی مسیح بودی هستی. آمین. خیلی از موارد میخواست رویای خدا رو در دل عیسی خفه کنه، حتی انسانیت خود عیسی. یادتونه در باغ جتسیمانی، اگه بشه این پیاله از من برداشته بشه، این پیاله درد و رنج نمیتونم ادامه بدم، اما ای خدا نه به خواهش من بلکه اراده ای تو بشه. عزیزان تمام کابینه الهی، تمام کائنات برای عیسی راهپیمایی راه انداختن تا اراده خدا در زندگی عیسی مسیح خداوند چی بشه؟ انجام بشه. از آیات شگفت‌انگیز و قدرتمندی وجود داره که حقیقت محض، نمیدونم خوندین امروز از دیشب تا حالا یا نه، تو داوران باب 5 خدا رویایی در قلب دبوره میذاره. آخرین داور در بین 14 داور مرد، جایی که مرد سالاری مطلق بود عزیزان، ولی خدا رو پسند اومد که این رویا رو در دل یه زن بذاره. خدا رو پسند اومد. آمین. یک دعوت الهی برای یک زن، اما این زن که عاشق شخصیت خداگونش هم، خاندگی خودش سوء استفاده نکرد، کنترل نکرد، فراتر نرفت. من این رویا رو گرفتم، مال منه، بلکه این رویای دل خدا رو میدونست مال خداست. به کی بود منتقل کرد؟ به باراک. سازنده رویا کی بود؟ نمیخوایم بگین سازنده رویا کی بود؟ خدا. رویا مال کی بود؟ آمین. در اونجا یه جنگی برپا شد به ضد کی؟ رویای خدا. یادتونه تمام کائنات متوجه شدن. داوران باب 5:4-20، 21-22 زمین به لرزه اومد، آسمان ها به واریدن گرفت، کوه ها از حضور خداوند لرزیدن، ستاره ها از آسمان جنگیدن، نهر قیشون آنها را در رو بود، دشمنان خدا رو. ای جان من به قوت به پیش برو. زمین متوجه شد عزیزان، شروع به لرزیدن کرد. رویا، خالق من برای رویای خودش اعلام جنگ کرده، پس من ساکت نمیشینم. آسمان شروع به باریدن کرد، شبنم و مه به پا خیزیدن، به جنبش در اومدن. خلقت زیبای نیکوی خدا میدونستن این جنگ به ضد کیه؟ رویای خالقشونه و خدا داره برای رویاش می جنگه. برای همین آسمون شروع به ریزش کرد. ابرا به آسمون گفت خب چرا بیکار بشینیم؟ انقدر می باریم تا گل و لجن به بار بیاد و چرخهای عرابه های دشمن تو گل فرو بره. من قسمت خودم انجام میدم. کوها شروع به لرزیدن کردن. میتونیم مجسم کنیم؟ افراد میخوان برن تو کوها قایم شن، کوها دارن میلرزن، انقدر میلرزیم که کسی نیاد تو ما پناه بگیره. ستارگان از آسمان شروع به حرکت کردن. حرکت نکردن، کردن؟ ایستادن تا اونا مسیرشون رو گم کنن. یادتونه در زمانی که مجوسیان میخواستن به رویای خدا در بیت لحم برسن چیکار کردن ستاره ها؟ حرکت کردن، حرکت کردن.
تا مجوسیان رو به رویای خدا برسونن. ولی اینجا میگه ایستادن ستاره هایی که خدا تک تکشون رو به نام میشناسه. گفتن میریم پشت یه چیزی قایم میشیم، تاریکی تولید میکنیم تا حالشون جا بیاد، جاشون رو گم کنن. اسبان قرش کنان پاهای خود رو به زمین میکوبیدن تا زوراوران خدا رو به مقصد برسونن. رودخونه ها به وحشیانه به جریان افتادن. گفتن هر کی که از این رودخونه عبور کنه همچین شروع به طغیان و کف بالا میاریم که دیگه نتونه برگرده. ما طرف خدا هستیم، تماشاچی نیستیم. از اون وقتی خدا رویایی داره، به هر کسی که ضد رویای خدا بیسته چیکار میکنه؟ اعلان جنگ میده. و تمامی کائنات برای رویای خدا میستن. و اینکه اهداف الهی مهمه که باید به هدف برسه. و در اون لحظه تمامی کائنات، عزیزان شاد باشین اگه رویایی در قلب خودتون دارین. مهم نیست که ظاهراً چه هارت و هورتایی دور برتونه. خدا در توافق با رویای خودش برای شما ایستاده. خدا در اون مشیت الهی خودش حکمرانی میکنه بر همه امور زندگی ما. وقتی که به نظر میرسه وعده های خدا حتی در جهت مخالف داره حرکت میکنه، خدا با توه. زندگی مردان و زنان خدا رو میبینیم با بذری از رویا در دلشون شروع میشه. تمامی فراز و نشیب‌ها، تمامی روزهای بد و خوب داره اونا رو به سمت کجا حرکت میده؟ رویای خدا. عزیزان این داستانات کتاب مقدس برای این نیست که فقط ما ایمان بیاریم آهای داستانه، برای اینکه این داستانها رو زندگی کنیم. آمین. داستان یوسف یادتونه؟ مثالی کامل از تمامی این مقدمه چینیایی که من کردم. زندگی پر از تنش این مرد، از چاه تا به اوج، از خانه پدری تا خانه در به دری، از فرش تا به عرش حرکت کرد، از ضعف تا به قدرت، تا به سوی یک رهبر سیاسی قدرتمند حرکت کردن، از سرزمین پدری تا سرزمین غربت و فلاکت. داستان زندگی او رنج بود، فلاکت بود، ترس بود، استراب بود، رنج بود، ترس شدگی بود، حسادت اطرافیان بود، نفرت بود. عزیزان حتی رنج عدم بخشش درد می آورد یوسفو، ولی حتی اون شیرینی بخششو تجربه کرد. سازنده رویاها داشت چیکار میکرد؟ عزیزان داشت تنپوش زیبا و رنگ و رنگ که برای او از زمان بچگی دوخته بود، یادتونه یه تنپوشی رنگ و رنگ، یه تنپوشی بلند که سمبول از رویای خداست. تمام این دردها داشت قامت او رو رشد میداد تا به اندازه تنپوش رویای پرشکوه و رنگ و رنگ پدر برسه. هر کس که این گنج عظیم و عیسی مسیح خداوند رو داره، خدا به او رویایی میده عزیزان. و این رویاست که او رو تا به مقصد پیروزی مثل یک سرباز برای او مینشونه، میسونه و به حرکت در میاره. در سال 2001 در دو ملاقات خیلی شگفت انگیز، خیلی کوتاه و خلاصه میگم، چون فقط اگه بخوام این ملاقات ها و این تجربه ها رو بگم حقیقتا میتونم بگم 2 ساعت طول میکشه، ولی محدودیت وقت گنجایش نمیده. در دو نوبت عزیزان این سازنده رویاها بعد از شفا و آزادی که به من داد به وسیله ملاقات خیلی عمیق، بعد از اون مرمت و بازسازی و احیا از گذشته، از زخم‌های گذشته، برای 2 بار 3 بار بذر رویایی رو مثل یه گنج در مزرعه دل من مخفی کرد. هنوز صدایی که میتونم بگم لطیف‌تر از حریر بود و قدرتمندتر از هر صاعقه‌ای در گوش‌های من داره زمزمه می‌کنه. نسرین تو رو مثل یک مادر، مثل یک شبان در این کلیسا بلند میکنم.
فقط تو بایست. من از طریق تو شاگرد سازی میکنم. من از طریق تو فقط بایست. رهبری میکنم اون فضا رو. خادم سازی میکنم آروم و خاموش. عزیزان وقتی این چیزها رو میشنیدم، من که از 16 سالگی زیر بار مسئولیت مادری و هزار تا مسئولیت بودم، این ردای رنگارنگ و پرشکو خیلی سنگین تر، خیلی بزرگتر از قامت من بود، ولی شور و حرارتی رو در قلب من ایجاد کرد که هنوز که هنوزه با قدرت روح خدا از تمامی مانه ها و مخالفت ها و عناد ها دارم میگذرم تا روزی اون تصویر کامل که گاهی مثل یه پازل به هم ریخته است بتونم ببینم. چون خدا تقدیر میکنه یک رویا رو. عزیزان کیست که او رو باطل کنه؟ آمین. دست او وقتی دراز میشه کیست که اون رو برگردونه؟ عزیزان خداوند ارتش رستگاری رو بنا کرد. روزهای پنجشنبه رو حتی روزهاشو خودش تعیین کرد. این پنجشنبه مقدس. افرادی رو قلباشون رو خواهران شاهدن. هیچ تلاشی من نکردم. افرادی رو برای دکوراسیون به طور نبوتی دکور میکنن. با چه اشتیاق و شور و حرارتی خدا بلند کرد. پیام‌آورانی که خدا دریافت میکنن و من خودم میرم اونجا برکت میگیرم. دیدبانانی بلند کرد که در شکاف در طول هفته برای تک تک افراد کلیسا میستن. عزیزان برای بچه ها حتی دل برادرون رو به دست آورد. تو این چند هفته انقدر روح خدا قوی توی خواهران داره کار میکنه. همین هفته بود که فقط زیر لب یاد این حرفی که اشعیا میزد افتادم و زیر لب اینو زمزمه کردم. در 8:18 میگه اینک من و دخترانی که خدا به من داده است، که این از جانب یهوه سبایوت شده است، که به جهت قوم خودش میخواد آیات و علامات بلند کنه. عزیزان من ایمان دارم امروز اگه سرمو بذارم پیش خداوند بخوابم، رویای خدا که ارتش رستگاریه به وسیله خادمینی که قلبشون لمس شده، خدا اونا رو پرورش داده که اصلا ربطی به من نداره، کار خدا تا به آخر تا به مقصد نهایی ادامه پیدا میکنه. باور میکنید؟ کسی که اومده اونجا خودش میچشه و میبینه کار خدا رو که چقدر نیکوه. هر روز بیشتر ایمان میارم وقتی خدا دهنده رویاه هاست، این رویا تا ابد باقی میمونه. هیچ کس نمیتونه چیزی به اون اضافه کنه، هیچ کس نمیتونه چیزی از اون کم کنه. فقط یک نصیحت بهتون میکنم عزیزان، رویاتونو با کسی در میون نذارید. ردای بلندی که خداوند به شما میده هنوز زمانش نرسیده. مثل یوسف خام نباشین، شیطان رو تحریک نکنین، به درد سر نیفتی. داوود رویایی داشت 14 سال بعد شد. دانیال رویایی در قلبش گذاشت، خدا علنا گفت مخدومش کن، دهنتو ببند، مال الان نیست. 13 سال بعد انجام شد. یوسف رویایی داشت، خام شد. ولی با این حال عزیزان تمام ستاره ها و کائنات برای یوسفی که خام بود و رویاش و کسایی که پر از حسادت بودن در میان گذاشت، ولی خدا پشت او بود. خدا برای تو رویایی داره عزیزان، برای ازدواج تو، برای شغل تو، برای خواندگی تو، برای خدمت تو. اگه مثل یوسف این رویا رو در قلبت داری، تمام آسمان و زمین در دست در دست هم میده تا تو رو به رویات برسونه. باور میکنی؟ هیچ حسادتی، هیچ عنادی، هیچ نامردی نمیتونه تو رو از جریانی که خدا اونجا گذاشته متوقفت کنه. چون تو مثل یوسف، خواهر برادر عزیزم، محبوب و مورد علاقه پدر هستی و پدر
به نشانه بزرگی و شأن خانوادگی خودش به تو ردایی میده. آمین. ربطی به تو نداره، ربطی به منی که پر از نقص و ضعفم نداره. بالا پوشی تیکه دوزی شده که تقدیر الهیه در زندگی تو، تقدیری به هم تنیده، تکه تکه دوزی شده. زندگی های من و تو عزیزان از تکه های مختلفی تشکیل شده توسط دوزنده ماهر، اون خدای آینده بین، آن خدای پیشدان، آن حاکم مطلق که در هر فصل از زندگی تو، در هر شرایطی از زندگی تو داره رویاهاشو با هم وصل میکنه تا تو رو به مقصد برسونه. من به شما قول میدم که خدا رویایی برای تو داره و امروز اگه نداری رویایی در قلب تو میذاره، همانطور که برای یوسف داشت. یوسف خوابی دید از رویای خدا و این شروع حسادت‌های اطرافیان شد. عزیزان برادران، با آرامش تموم، با آرامی تموم، عزیزان با آرامی تموم، یوسف رو از رویاشون به خیال دل خودشون قیچی کردن، اما رویا در قلب یوسف کاشته شد و تبدیل به یه نبوت قوی شد و تمامی کائنات جنگیدن تا یوسف رو به رویای دل خدا برسونن. از 18 سال بردگی، 2 سال زندان، یوسف بعد یه عمر درد، رنج، سالهای متمادی در لباسشوییه که خدا قرارش داد. هفته پیش موعظه پاستور یادتونه؟ در لباسشویی خدا 18 سال، 2 سال میشه چند سال؟ 20 سال. تا یه روزی یوسف برگشت گفت شما در حق من بد کردین، منو انداختین تو اون لباسشویی، اما خدا از اون قصد نیکی کرد تا قومی رو از فلاکت و نیستی نجات بده. از اون داستان یوسف، داستان رومیان 8:28 میدانیم به جهت آنانی که خدا رو دوست دارن و به حسب اراده او دعوت شدن، همه چیزها با هم برای خیریت آنها مبدل میشه. آمین. اسم یوسف یعنی چی؟ افسوده شده. مردی که در پیدایش باب 49 در واردش اینطور میگه تیراندازان به روی او تیر انداختن. عزیزان به او اذیت رسانیدن. هیچ کس نفهمید چه اذیتهایی چه تیرهایی به قلب یوسف رفت، اما کمان او در قوت قائم ماند. بازوهای دستش به دست قدیر یعقوب محکم و مقوی گردید تا چی بشه؟ تا بر او افسوده بشه. چرا بر او افسوده بشه عزیزان؟ تا قامت او به اندازه ردای رنگارنگ، اون تمپوش شگفت‌انگیز و زیبا و قیمتی رویای خدا در بیاد. خدا همه حسادت‌ها رو، همه دشمنی‌ها و همه بخل‌ها رو عزیزان، تمام اون تکه های زشت و ناهمگونو به هم میدوزه تا یه بالا پوشی عالی که زره عدالت ردای فیض روی تن تو بکنه. این هدف خداست برای تو عزیزان. زیرا آنانی که از قبل چیکار کرد؟ شناخت، ایشان را نیز معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. 8:29 رومیان، آنانی که از قبل معین کرد، آنان را خواند، آنان را عادل گردانید و آنان را نیز انداخت تو ماشین لباسشویی تا چیکار کنه؟ جلال بده. عزیزان این وسط تا حالا دیدین کسی بیفته؟ مال زمان گذشته است نیست؟ خواند، عادل گردانید، جلال داد. حالا خودتونو بکشین رویا یکی رو بخواین ازش بگیرین. این وسط کسی میفته؟ این وسط کسی میتونه در بره، بره گم شه؟ نه، انجام شده، مال زمان گذشته است عزیزان. دوزنده رویاها، سازنده رویاها با
بافنده رویاها تمام فصلهای زندگی ما رو در کار میگیره. او سرنوشت ما رو مثل یک پدری پر از رحمت در دست میگیره، ما رو عبور میده از هر بیماری، از هر عدم درک، حتی از نزدیکترین کست، از هر تنهایی، از هر مشکل و درد، تا بیشتر و بیشتر تصویر زیبای عیسی مسیح در صورت تو نقش بگیره، اون عکس قیصر از تو محو شه، تا ردای زیبای رنگارنگ رویای پدر که شکل عیسی مسیح در تو اندازت بشه، شکل بگیره. وقتی در شرایط تاریک هستی، دست نامرئی خدا رو نمیبینی، گاهی در عجبی خدا داره چی کار میکنه، گاهی فریاد میزنی تو کجای ای خدا، چرا نمیبینی؟ یادتونه یوسف باب به باب میگه اما خدا با یوسف بود، اما خدا با یوسف بود. نمیبینی خدا رو، خیلی موقع ها من ندیدم، اما خدای هدایتگر و شکست ناپذیر داره من و تو رو به رویای خودش میرسونه. یک روزی مثل یوسف عقب بر میگردی عزیزان، میگی خدا در تمامی لحظات زندگی من در حال کار بود، خدا حضور داشت، همه چیزها حقیقتاً به خیریت من مبدل شد. اگه امروز زندگی خودتو مثل یک پازل به هم ریخته میبینی، میخوام به تو بگم، اگه امروز زندگی خودتو مثل یک پازل به هم ریخته میبینی، میخوام به تو بگم خدا تصویر کامل و تمام شده رو میبینه. شلوس آس. وقتی به این ملافه نگاه میکنی عزیزان، از یک طرف چقدر زیباست نیست؟ با اینکه زیباست، خیلی تکه‌هاش ناهمگونه، اصلا به هم نمیخوره. مخصوصا برای من یه ذره روح من آزاردهنده است. منی که عاشق هارمونی هستم، دوست دارم مثلا این رنگ‌ها کنار هم باشه، نه یک دفعه این رنگ، یه دفعه سبز، یه دفعه راهرو، یه دفعه خالخاله، نمیدونم چی میگه خالخال پشمی، نمیدونم، یه دفعه گلدار. عزیزان پشت اینو وقتی نگاه کنی، پر گره های زشت، نخهای ریش ریش شده. اینو مادر عزیز آلبرت دوخته که برای من خیلی عزیز بود و خیلی کم افتخار اینو داشتم که مادری شیرین و بهرمند شم. اگه پشت این ملافه وصل نبود، بهتون میگفتم چقدر زشت بود، ولی خداوند حتی پشت اینم میپوشونه، پشت زندگی های ما رو، گذشته های شکسته و درب داغون ما رو، جاهایی که خجالت میکشیم، سرمون رو خم میکنیم، خداوند میپوشونه. و یه تنپوش زیبا وقتی به زندگی مردان و زنان نگاه میکنی، مردان و زنان خدا، هیچ چیزی اتفاقی و تصادفی و شانسی نبوده عزیزان. همه اون لحظات ناهمگون، همه اون لحظاتی که درد و رنج و آه و تنهایی بوده، تقدیر الهی بوده، رویای الهی بوده و برای خطاب و خواندگی عظیم و خاص تو بوده. بیا امروز رویای خدا رو در دل خودت ببین و مطیع رویای خدا باش در هر شرایطی و تلاش نکن. یه نصیحت که اینقدر از چند و چوند قضیه سر در بیاری، چرا اینجوری، چرا این اتفاق افتاد؟ چون پولس چقدر زیبا میگه در رومیان باب 11 آیه 33، میگه وای که چه عمقی داره دولتمندی و حکمت و علم تو ای خدا، چقدر بعیده از کاوشگری ما انسان‌های محدود، راه‌های تو درک نشدنیه. زیرا کیه که فکرهای خدا رو بدونه؟ کیه که به اون مشورت بده؟ کیه که به اون چیزی داده باشه که الان بخواد پس بگیره، طلبکار باشه؟ زیرا همه چیزها از اوست، به واسطه اوست و برای اوست، تا در آخر او جلال بیابه. عزیزان بگو خدایا من خاک هستم و تو کوزه‌گر، منو فرم بده، منو تسلیم و آروم بکن زیر اون دستای پدرانت،
تا روزی قامت من به اندازه اون ردای پرشکوه و رنگارنگ رویای تو برسه. در باب 18 ارمیا هی مشغول ساخت ظرف بود. هی یه ظرف میساخت، گله ولو میشد. هی میساخت، هی ولو میشد. هی خراب میشد. ای خدا چقدر ظرف میسازم ضایع میشه. تا بالاخره یک ظرفی ساخت عزیزان که نوشته به نظر کوزگر پسند اومد. سازنده رویاها زندگی‌های شکسته ما رو، گذشته درب و داغون ما رو، امیدهای شکسته ما رو عزیزان بر می‌داره تا یک ظرف مقبول برای جلال نام خودش بسازه. من کی هستم که بگم داری چی کار می‌کنی؟ من کی هستم که اسرار خدا رو بدونم؟ فقط من رو شایسته و بجاست مثل یک گل، مثل یک خاک در دستای این کوزگر خستگی ناپذیر و پر از رحمت قرار بگیرم و اجازه بدم رویای خدا در دل من کاشته بشه و نه فقط کاشته بشه، این گنج قربونش برم فقط به دست بیاری بعد دیگه خفه بشه، بلکه اجازه بدی به بار بشینه، به بار بشینه عزیزان و در فصل خودش به درختی تنومند تبدیل بشه. بارها و بارها این روزا این سرود زیر لب زمزمه میکنم. در آینه کلام خود را خوب میبینم، حیرانم او چرا مرا رها نکرده. او مرا دوست دارد همینطور که هستم. او کوزگر و من فقط خاکم. او کوزگر و من فقط خاکم. آمین. او کوزگر و ما فقط خاکیم. عزیزان رویای خدا رو بر لوح قلبت نقش کن امروز. چنان نقش کن که به کوری چشم هر نیروی تاریکی، در هر سختی و تاریکی، در هر طوفان و گردبادی بتونی او رو در ظالمانی ترین لحظات زندگیت نگاه کنی، با شور و حرارت دنبالش کنی، چون رویا برای وقت معینه و داره به مقصد میشتابه و اگرچه درنگ کنه، تأخیر کنه، براش منتظر باش، چون خدایی که سازنده رویاهاست، دهنده رویاهاست و کابینه الهیش برای تو ایستاده. حالا دعوت میکنم از عزیزانی که رویاهایی در قلب خودشون دارن ولی انگار دیگه خیلی طول کشته، خسته شدن، خداوند امروز میخواد این رویا رو زنده کنه. اگه به خاکش سپردی رستاخیزش بده، بلندش کنه، تر و تازش کنه، با دم هستی بخشش بدمه. گر تو خاکای این دنیا درد و رنجهایی که روش اومده، گر تو غبار داره خفش میکنه، پنهانش میکنه، به کنار بزنه. اگه امروز رویایی تا الان در قلبت نداری و نمیدونستی که میتونی رویایی از خدا داشته باشی، امروز با ایمان بیا جلو. ایمان دارم برای هر کسی که جلو بیاد خدا رویایی در قلبش میذاره، نبوتی، تصویری به او میده. همینجور که چشمای خودمونو میبندیم، خداوند از عزیزانش، از یوسفان زمانش دعوت میکنه که به جلو بیان. امروز میخوام به تو بگم، توی که با قدمهای ایمانت داری جلو میای، میخوام با ایمان به تو بگم خدا داره این قدمها رو میبینه. حتی اگه رویا نداری، با قدم‌های خسته ضعیف به جلو اومدی، خداوند به تو میگه تصادفی نیست، تصادفی نیست، شانسی نیست که امروز اینجا هستی، حتی این قوت تو نیست که امروز اومدی جلو. این یک انتخاب الهیه. اگه کسی رویایی در قلبش داره دیگه خسته شده از بس منتظرشه، خداوند که سازنده رویاهاست به تو میگه منتظر باش. امروز میخوام یه قوت تازه، یک امید تازه در دل تو بیدار کنم. چشمای خودتو ببند،
اگه رویایی در قلبت داری و خسته شدی، چیزا همه به ضد توه، یک یار موافق حتی نداری که کنارت باشه، یه شمعونی که صلیب تو حمل کنه، خداوند میگه مثل یوسف در تمامی این چاه و چاله ها خسته خاطر نشو، ناامید نشو، منتظر باش. از نیکوکاری خسته خاطر نشو در اوضاع و شرایطی که همه چیز به ضدته. خداوند امروز به واسطه روح قدوسش میخواد بدمه بر اون خاکهایی، اون خاکهایی که تمثیلی از سختی ها و درد هاست، زمانهایی که به این رویا خورده، میخواد بدمه این گرد و خاکها رو کنار بزنه. تا امروز تو با یه امید تازه، با یک اشتیاق تازه، با یک شور و حرارت تازه برای رویایی که خدا به تو داده بیستی، مثل یک سرباز سلحشور. اگه کسی هستی که هیچ رویایی نداری، نجاتو داری ولی هیچ رویایی از رویا خبر نداری، میخوام امروز به تو بگم رویای خدا، تصورات دل خدا، رویای خدا برای تو ای عزیزی که با ایمان جلو اومدی، سلامتیه، امیده، شادیه. همین الان دستاتو خودت، این دستای مقدستو روی چشمات بذار، دستاتو روی چشمات بذار. خدا همین الان میخواد تو رو مثل یوسف یه رویا بیننده بکنه. خداوند دعا میکنم چشمای دل اونا رو باز کنی و رویای دل خودتو خداوند در قلب اونا مثل یک دانه بکاری. خداوند نمیدونم چطوری، فقط الان نوبت تو ای روح قدوس الهی، سعی کن این رویا رو ببینی. اگه جاهایی که مریضی های تکراریه، لعنت های تکراریه، درهای بسته تکراریه، ببین این رویا رو ببین، همینجور که دستت روی چشماته شفا رو ببین، درهای باز رو ببین، دروازه های باز رو ببین که خدا با اون دستای قدرتمندش داره برای تو باز میکنه. جایی که منتظر پاس هستی، ناامید شدی، منتظر یک کاری، منتظر یک شغل عالی هستی، منتظر خدا هستی برای یه خونه، ببین دستاتو بذار روی چشمت، این دستای مقدس تو، اگه تو با خون عیسی خریده شدی، این دستا مقدسه، دستای سوراخ شده عیساست. و این رویا رو ببین. خداوند به قوم گفت هر آنچه که ببینی به تو میدم. امروز مثل یوسف یه رویا بیننده باش. اینا دروغ نیست، اینا خیال نیست، اینا تلقین نیست. در فلاکت های مالی فراوانی رو ببین عزیز، در دشمنی ها، عناد هایی که در خانوادته، احساس میکنم تو خانواده هایی هست که به هم ریخته است، دشمنیه، عناد، شقاقه، خدا میگه صلح رو ببین، اتحاد رو ببین، در ناامیدی ها امید رو ببین. اگه سالها یک رویایی رو داشتی که بهش نرسیدی، خداوند میگه رستاخیز رویاتو ببین. خداوند به تو میگه تسلیم شرایط نباش. اگه فقط یک معجزه میخوای، خدا میتونه امروز تو رو ملاقات کنه و خودتو رو تبدیل به یک معجزه کنه. خداوند شفا اعلام میکنم، درهای باز اعلام میکنم، اتحاد و ایمان اعلام میکنم به قدرت نام عیسی مسیح. رویایی در دل خودت، از چشمای خودت خداوند روی قلب این عزیزانی که اومدن اینجا اعلام میکنم،
و دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح این رویا هر کسی که جلو اومده از هر بی‌حوصلگی، خستگی، ناامیدگی آزادی اعلام میکنم به قدرت خون عیسی مسیح. از همین امروز شور و حرارت، ایمان، اشتیاق، امید اعلام میکنم روی تک تک کسایی که این جلو اومدن. میتونی با ایمان خودت بگی آمین 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 و ایمان داشته باش که خدا از ستاره های آسمون برای رویای تو خواهند جنگید در نام قدوس عیسی مسیح. آمین.